امروز در واشنگتن پرزیدنت باراک اوباما امروز گفت دولت او سپر دفاع موشکی در اروپای خاوری را کنار گذاشته و استدلال کرده است که رویکرد جدید به تهدیدات ناشی از ناحیه ایران بهتر جواب می‌دهد. پرزیدنت اوباما در بیانیه‌ای که از کاخ سفید صادر کرد گفت رویکرد جدید امکانات را سریع‌تر فراهم می‌کند، سامانه‌های آزموده را اطلاع می‌بخشد و دفاع محکم‌تری در برابر خطر حملات موشکی ایجاد می‌کند که بهتر از طرحی است که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ارائه کرده بود. اوباما افزود تمرکز روشن و یک دست ما بر خطر ناشی از برنامه موشک بالستیک ایران بوده که کماکان تمرکز و مبنای برنامه‌ای خواهد بود که امروز اعلام می‌کنیم. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفت که خطر موشک‌های دوربرد ایران به آن فوریتی نیست که تصور می‌رفت و خاطر نشان ساخت که در حال حاضر تمرکز ایران بر موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت که در مورد افزایش یا عدم افزایش تعداد نیروهای نظامی این کشور در افغانستان تصمیم سریعی گرفته نخواهد شد. اوباما پس از ملاقات با استیون هارپر نخست وزیر کانادا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت در یک روند بسیار دقیق و با حوصله در آن زمینه‌ها تصمیم خواهم گرفت. اظهارات وی یک روز پس از آن عنوان شد که دریادار مایک مولن رئیس ستاد مشترک به قانونگذاران آمریکا گفت که ایالات متحده برای نبرد با شورش فزاینده طالبان به احتمال زیاد به افزایش نیروهای نظامی خود در افغانستان نیاز خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که پیش از تصمیم گیری در مورد گام‌های بعدی دولت وی برآورد جامعی از اوضاع نظامی، سیاسی، مدنی و فعالیت‌های پیشرفت و توسعه در افغانستان خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیشب با کارشناسان مسائل ایران که مراکز فعالیتشان در واشنگتن است دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این کلی به خبرنگاران گفت این دیدار فرصتی بود برای وزیر خارجه تا نظر کارشناسان سایر مؤسسات را نیز بشنود. آنها عمدتاً از جامعه پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشوران هستند. به گزارش روزنامه سیاسی پولیتیکو چاپ واشنگتن، کسانی که به میهمانی شام هیلاری کلینتون دعوت شده بودند از جمله عبارت بودند از کریم سجادپور از بنیاد کارنگی، افشین مولوی از بنیاد نیو امریکن، تریتا پارسی از شورای ملی ایرانیان آمریکا و حاله اسفندیاری از مرکز وودرو ویلسون. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.